سلام در جلسات مصاحبه شغلی مختلف از نزدیک شاهد این بودم که دوستان زیادی با وجود اینکه مهارت داشتن، توانایی داشتن، لیاقتش رو داشتن، فقط چون بعضی اصول رو در جلسه مصاحبه رعایت نکردن، پروندهشون کنار گذاشته شد. اگر در جستجوی شغل هستید و هر از گاهی سر میزنید به آگهی های مختلف و میرید و در جلسات مصاحبه شغلی شرکت میکنید محتوای این ویدیو به شدت به شما کمک میکنه که از همون اولین جلسه بعد از این ویدیو موفقیت آمیز و سربلند بیرون بیاید این دارم بگم اگر هم صاحب کسب و کار هستید و با آدم های مختلف جلسات مصاحبه شغلی برگزار میکنید باز این ویدیو به دردتون میخوره چون به شما کمک میکنه که بدونید دغدغه شرکت کنندگان از چه قرار هست و چطور باید با اونها برخورد بکنید تا آخر با این ویدیو همراه باشید وقت همگی به خیر دوستان جان من آیدین نامدار هستم اینجا یک پله بالاتر هست من در این کانال محتوای آموزشی تقدیم می کنم در حوزه کسب و کار رشد فردی و به زودی در حوزه تولید محتوا هم تجربه هام رو با شما از طریق ویدیو به اشتراک خواهم گذاشت اگر صاحب کسب و کار هستید اگر علاقه من به حوزه کسب و کار هستید یا اگر قراره که در آینده نزدیک وارد عرصه کسب و کار بشید الان بهترین فرصت هست که دکمه سابسکرایب رو بزنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا بریم ادامه ویدیو رو با هم بشنویم خب صحبت میکنیم در خصوص آنچه که شما باید در جلسه مصاحبه شغلی رایت بکنید من همونطور که در ابتدای ویدیو هم گفتم صحبت من خطاب به دوستانی هست که در جلسات مصاحبه شغلی شرکت میکنند و در جستجوی شغل هستند ولی مطمئن هستم به درد مدیران هم این ویدیو میخوره پس پیشنهاد میکنم تا آخر با این ویدیو همراه باشید. دوستان من در جلسات مصاحبه خیلی زیادی شرکت کردم به عنوان مشاور کسب و کارهایی که بالاخره اونجا کنار مجموعه مدیریتی هستن برای اینکه تصمیمات درست بگیرن بالاخره پیش میاد که جلسات مصاحبه شغلی برگزار میشه و از من هم دعوت میکنن معمولا هم شرایط جوری است که وقتی من در یه جلسه مصاحبه هستم دوستان یه لطفی در حق من دارن سکان رو میدن در اختیار من و میگن که خب آقا برو دیگه حالا شما مصاحبه بگیر من به تجربه یک سری خطاها یک سری اشتباهات یک سری ندانم های تکرار شونده رو در دوستان جوانی که میان در مصاحبه شرکت میکنن پیدا کردم اونها رو در این ویدیو با شما به اشتراک میگذارم عجیب هم یک دوست بسیار محترمی بود که اومد نشست با یک قیافه عبوس با یک حالت بسیار مستعسل و اصلا انگار به زور آورده بودنش تو اون جلسه من اولی چیزی که بهش گفتم این بود که انگار خیلی بیحال هستید انگار اصلا هیچ نای صحبت کردن نداری شما گفت بله اصلا هستشو ندارم گفتم چرا دوست عزیز خیر باشه اومدی جلسه مصاحبه من کلا آدم پر انرژی هستم و سعی میکنم همیشه انرژی رو بالا نگه دارم مخصوصا در چنین مواردی خب چون بچه ها که میان سر جلسه مصاحبه خودشون هم اینجوری استرس دارم من سعی میکنم انرژی رو بالا نگه دارم دیگه جوری بود که داشت انرژی من رو هم تحلیل می برد گفت آره من اصلا سوالشون ندارم و حالا شما هم هر سوالی دارید بپرسید گفتم آخه چرا اینجوری هستی؟ جواب جالبی داد گفت که خب من میدونم انتخابم نمی کنید دیگه گفتم آخه چرا همچین حرفی میزنید؟ چرا همچین اصلا برداشتی دارید؟ چرا همچین فکری میکنید؟ گفت آقا من ده جای دیگه هم رفتم و منو انتخاب نکردم. و خب اینجا هم یکی از اینا حالا هر فرمی چیزی هست من پر میکنم صحبتی هم دارید بکنید من پاشم برم اوج ناامیدی اوج ناامیدی رو من در این دوست عزیزمون دیدم صادقانه بگم اگر این آدم حلال کل کل مشکلاتون کسب و کار بود و اگر میدونستم حتی کسب و کار رو به اوج میبره باز من راضی نمیشدم همچین آدمی با این جهان بینی با این سطح انرژی با این وضعیت امیدواری بیاد و در اون مجموعه استخدام بشه نمیخوام طبقه بندی بکنم نکات رو من صحبت میکنم زحمت برداشت و اقتباس با خود شما ولی واقعیت اینه من در ویدیوهای قبلیم هم به این موضوع اشاره کردم خودمم هم بهش باور دارم حقیقت اینه در جهانی که آدمهای پر انرژی میرن این ورون ور کار میکنن صبح بیدار میشن تا شب تکاپو دارن چرا باید ما آدمهای کم انرژی رو استخدام بکنیم اصلا شما خودتون بشینید جای اون مصاحبه ده تا گزینه رو امروز مصاحبه کردید اگر از هر نظری این ده گزینه با هم برابر باشن از نظر دانش از نظر مهارت از نظر هر آیتم دیگری خب چرا شما باید آدم های خوش انرژی رو بذارید و آدم هایی که انرژی کم و پایین دارن و ناامید هستن رو استخدام بکنید پس دوستان در نظر داشته باشید شما برای اینکه یک شغلی رو از آن خود بکنید برای اینکه از یک شخص مصاحبه از یا از یک تیم مصاحبه گر تایید بگیرید باید در اوج انرژی باشید تقلب میرسونم بهتون مصاحبه با آدم خوش انرژی حالش خوب است فقط حواستون باشه از اون ور پشت بوم نیفتینا که فکر کنه شما نادیدش میگیرید فکر کنه که اصلا انگار نه انگار, اومدید خونه خاله انگار اصلا براتون اهمیتی نداره که جلوی چه جمعی نشستید و کجا اومدید با احترام تمام اون انرژی رو بالا بگیرید خوش رو باشید خوش صحبت باشید و بدونید که این به شدت تاثیر داره مورد بعدی معمولا دوستان عزیز من در جلسه مصاحبه فکر نمی کنم به سوالی که ازشون پرسیده شد یعنی وقتی بهشون میگی که نظرت در مورد مورد فلان چیه اگر شما جای فلانی بودی چه کار میکردید اگر این مشکل برات پیش میومد چه کار میکردی من به ندرت دیدم یه نفر بهش فکر بکنه یه کارفرمای حرفه حواسش به بادی لنگویج و میمیک صورت شما هست وقتی شما اصلا نصفه سوال به نصفه نرسیده شروع میکنید به جواب دادن و متاسفانه معمولا هم جواب غلط خب معلومه دیگه شما بازنده میشید در بازی با اون حریفی که فکر میکنه پس از شما میخوام هر سوالی که از شما پرسیده میشه حالا یه چند ثانیه ای فکر بکنید حتی اگر بعدش جواب غلط بدید رفتار فکر کردن شما اینکه شما لحظه ای رو به درونتون رجوع میکنید فکر میکنید این رفتار از طرف مصاحبهگر به شدت پاهن مثبت داره و دیده میشه مورد بعدی لطفا نبافیم چیزی رو که بلد نیستید نبافید خیلی صادقانه بگید من این نکته رو بلد نیستم ولی بلدم از کجا یاد بگیرم میدونم از کدام مرجع باید بخونم میدونم از کی باید بپرسم ببینید هیچ کارفرمایی دنبال این نیست که یه سوپرمن استخدام بکنه که بیاد همه چیز رو حل و فصل بکنه واقعا در کسب و کار روزانه ده ها مسئله و مورد پیش میاد و کارفرما جماعت مدیر جماعت در جستجوی آدمی هست که راه حل کردن مشکل رو بتونه پیدا بکنه یعنی آدمی که بتونه راه حل پیدا بکنه اولویت داره به اون آدمی که راه حل میدونه ولی راه حل مسائل محدودی رو میدونه پس شما باید نشان بدید که راه حل بلد هستید و میتونید در جاهایی که راه حل بلد نیستید راه حل رو پیدا بکنید بسیار بسیار نکته مهمی هست معمولا مصاحبهگرهای حرفه‌ای در ابتدای جلسه مصاحبه ریش و قیچی رو میدن دست مصاحبه شونده و ازش میخوان که صحبت بکنه خیلی از دوستان این دقایق رو از دست میدن متاسفم و همه میگن که خب چی بگم چیزی ندارم همش رو تو اون فرم نوشتم شما بپرسید من جواب بدم این کار رو نکنید از بنده این رو الان آویزه گوشتون بکنید یک بیانیه ای از خودتون آماده بکنید وقتی به شما میگن که خب در مورد خودتون حرف بزنید شروع کنید با صدای رسا با اعتماد به نفس بالا در مورد خودتون حرف بزنید اول یه معرفی مختصر از خودتون داشته باشید بعد یه معرفی مختصر روی تحصیلاتتون داشته باشید روی هاتون داشته باشید روی سوابق کاریتون داشته باشید و بعد شروع کنید به اینکه چیا بلد هستید ببینید من شمای نوعی رو استخدام میکنم تا یک مسئله ای رو از من حل بکنید شما در اون دقایقی که میخواید صحبت بکنید در مورد خودتون اگر منو قانع بکنید که میتوانید مسئله ای رو از من حل بکنید کار تمام هست و خب این فرصت اصلا برای شما داده میشه که شما در چنین مسئله ای و در چنین بابی صحبت بکنید پس لطفا در این موضوع صحبت بکنید حواستون خیلی باشه اگر از جایی آمدید اگر اخراج شدید اگر استعفا دادید مطلقا نباید در مورد مدیر قبلیتون بد بگید خیلی حس بدی ایجاد میکنه یعنی آدم میگه که این در مورد مدیر قبلیش اینجوری صحبت میکنه پشت سر شرکت قبلی سازمان قبلی مدیر قبلی که اینجوری داره حرف میزنه حتما پشت سر منم قراره که بد حرف بزنه پس حواستون به این موضوع باشه شاید شخصی که داره از شما مصاحبه استخدام میگیره با مدیر قبلی شما اصلا پدرکشتگی داره خودش سر صحبت رو باز میکنه یا واقعا بینشون شکراب هست که داره اینجوری بد حرف میزنه یا میخواد شما رو امتحان بکنه لطفا قاطی این بازی نشید و بگید من به این آدم هم احترام قائل هستم من ازش چیزهایی یاد گرفتم یه جواب بیطرفانه کافی هست خیلی بده که قاطی اون آدم بشید و در طرف مقابلتون هست بشینید پشت سر مدیر قبلیتون حرف بزنید بیراه نرید وارد گفتگوی چالشی نشید شاید طرف مقابل شما یه چیزی رو که شما فوت آب هستید اصلا بلد نیست به چی میخواید برسید اگر اثبات کنید که تو بلد نیستی و من بلدم مگر استخدامتون میکنن خیر پس لطفا وارد گفتگو و مجادله چالشی نشید و نکته آخر و مهم این که اگر پرسیدن حقوق حقوق چقدر میخواین این خیلی نکته مهمی هست مطلقا ننویسید قانون کار دوستان شما از قانون کار هیچ چیز نمیدونید منی که شغلم این هست و کارم مشاوره هست من از قانون کار چیزی نمیدونم یک جلد کتاب هست پر از زوایا و خفایای پیچیده که کارفرما فکر میکنه به نفع کارفرماست کارگر فکر میکنه به نفع کارگر هست ولی این وسط یکی به میخ یکی به نل هست پس لطفا ننویسید قانون کار قانون کار کار دستتون میده میدونم آ خیلی از دوستان یه عدد تو ذهنشونه مثلا میخوام بنویسن دو میلیون و دویست متداول امسال نمینویسن دو و می مینویسن قانون کار به جای اون یک ارزشگذاری واقعی روی توانایی خودتون داشته باشید و اون عدد رو بنویسید حالا یه جمله هم در ابتدا بنویسید که در صورت صلاحدید سازمان عدد پیشنهادی من این هست دیگه حد علاش هست و دیگه فوق العاده است معمولا دوستانیم که عدد پایین می نویسن یا اونجا رو خالی میذارن یا استخدام نمیشن یا در کارهای پایین دستی گماشته میشن به این هم حواستون باشه و آخر آخرم این رو میگم حواستون به لباستون باشه حواستون به اصلاح صورتتون باشه اگر خانم هستید حواستون به آرایشتون باشه لطفا پشت در جلسه مصاحبه عطر نزنید یه نیم ساعت قبل این کار رو بکنید سعی نکنید لباسهای عجیب غریب بپوشید سعی نکنید خود واقعیتون نباشید به واسطه اون لباسهایی که تنتون میکنید خیلی آرام خیلی ریلکس خیلی آسوده برید و این نکته رو فراموش نکنید که همان اندازه که شما به اون شغل احتیاج دارید کسی که میخواد شما رو استخدام کنه هم به شما احتیاج داره پس کافی هست که شما اثبات بکنید گزینه خوبی هستید اینجا آخر این ویدیو هست من آیدین نامدار از یک پله بالاتر با کلی آرزوی خوب همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم در پناه حق خدا